درود خدمت یکایک شما بینندگان و سروران عزیز، ایمان سلیمانی امیری در برنامه بازشناسی باورها و در روز پنج شنبه 29 ماه آگست برابر با 8 روز از ماه شهریور مهمان خانه شما عزیزان هستیم. خب طبق روال و وعده همیشگی، آخرین برنامه که در ماه پخش میشه رو اختصاص دادیم به پرسش شما عزیزان که از طریق ایمیل ارسال می‌فرمایید و پاسخی که ما باید نسبت به اون ارائه کنیم. طبق معمول سپاسگزارم از میزان بسیار زیاد لطف شما بزرگواران در حق من و این پیام‌های محبت آمیز سبب میشه که ما بیشتر دلگرم بشیم به انجام این کار و احساس این که این نوع برنامه ها میتونه مؤثر و مفید باشه. من مقدمه بحثم رو اینگونه عرض کنم چون دیدم در بین سوالات مطرح شد که اشاره میکردن شما مثلا به شخصیت هایی مثل سلمان، ابوذر یا برخی افراد دیگر بپردازید. دوستان عنایت داشته باشن که برنامه های ما در تلویزیون پارس تحت عنوان بازشناسی باورها نگاهش یک نگاه کلان هست، یعنی بحث ما در این برنامه پیرامون اون اصول و مبانی است که احساس میکنیم میتونه در راستای عقلانیت، دموکراسی، حقوق بشر به ما کمک بکنه. اگر نامی از افراد برده میشه یا وارد جزئیاتی از اشخاص میشیم، برای تبیین و تعیین مصداق اون پدیده است، وگرنه قصد ما این نیست که به موارد جزئی بپردازیم. البته در برنامه ها و حالا اون رسانه های دیگری که ما اونجا هم فعالیتی داریم شده که در مورد مسائل مختلف برنامه های ویژه داشته باشیم. مجموع اینها در کانال تلگرام من مثل یک بانکیست که در اونجا تمام برنامه ها و جلسات مختلفی که چه با پرسش و پاسخ هست، چه با مناظره هست و چه ارائه درس گفتارها یا هر چیز دیگر ذخیره شده و عزیزان میتونن به اون هم مراجعه بفرمایند. بنابراین با توجه به اینکه ما در تلویزیون پارس هفته 2 روز و حالا احتمالاً ممکن در آینده بشه 3 روز بیشتر به مسائل مبنایی و اصولی میپردازیم و تازه به همین اندازه وقت کمه، برای همین اگر عزیزان تمایل دارن در مورد برخی شخصیت‌های تاریخی که ما قبلا برنامه ساختیم به اون کانال یوتیوب یا تلگرام من مراجعه کنن، با جستجو میتونن اون جزئیات رو مطلع بشن. خب بریم به سراغ پرسش هایی که عزیزان مطرح کردن و پاسخ هایی که ما باید نسبت به اون ارائه کنیم. خب جناب جوان پیکر اشاره کرده، حالا من نام رو میارم به خاطر اینکه عزیزان بدانن که ما ایمیل ها رو میخونیم و سعی میکنیم که به این عزیزان پاسخ بدیم. بعضا سوالات خیلی گسترده است، یعنی دوستان بزرگوار یه مقدمی گفتند و یک مسائلی از این دست و بعد سوال مطرح کردن، برای همین من دیگه کل اون ایمیل رو نمیخونم، فقط اون پرسش های اساسی و اون نقد های اساسی رو خواهم. خب جناب جوان پیکر اشاره میکنن که باور این که حتما میبایست انسان دارای دین و مذهب باشد از کجا نشأت گرفته و تا امروز ادامه یافته، در حالی که نیاز به خرافه نداریم. طبیعی است وقتی ما به این پرسش ها که امروزه برای ما خیلی مشخصن که ما انسان ها چه نیازی به دین داریم برمیخوریم، شرایط انسان های اولیه رو لحاظ نمی کنیم. برای این کار شما نیاز دارید برید به سراغ کتاب هایی که انسان شناسان نوشتن، کسانی که در زمینه جامعه شناسی دین مطلب نوشتن و زندگی انسان های اولیه یا هنوز هم هستند، بومیان
و گروه هایی که در سرزمین هایی مثل استرالیا یا در امریکا و در میان افریقایی ها هنوز هم کسانی که سبک زندگیشون شبیه به همون انسان های گذشته است. یعنی هنوز این تمدن، این مدرنیته، این مدرنیزاسیون به اون اقوام نیامده و اونها هنوز با اون حال و هوای گذشته زندگی میکنن. میتونید ببینید که تا چه اندازه نحوه زیستشون برگرفته از امور ماورایی است. انسان های اولیه طبیعی بود نسبت به مظاهر طبیعت ناآشنا باشه. شاید این تعبیر آقای ملفورد اسپیرو بد نباشه که عرض کنم که دین سه کارکرد داره. یک کارکرد معرفتی است، یعنی انسانی که میخواد بدونه این جهان چیه، چطور ساخته شده، اصلا او در این جهان چی کار میکنه، برای چی اومده، چرا آمدم، آمدنم بهره چه بود، برای چی من اومده، این کهکشان ها چه هستن، این مظاهر طبیعت چی هم. خب این نیازمند یک پاسخه. انسان اولیه برای خودش پاسخی می ساخت بر اساس اون توهم و تخیل، چون هنوز مبانی علمی و روش های علمی شناخته نشده بود، به کار گرفته نمی شود. به همین دلیله که انسان اولیه آسمان رو مثل سقف می دید، چون خانهش هم سقف داشت. ستارگان رو به مثابه یک نور می دید، بسیار کوچک می دید. شما مثلا در قرآن وقتی نگاه میکنید اشاره میکنه که وای به روزی که، یا به زمانی که این ستارگان فرو افتند، در حالی که بسیاری از این ستارگانی که ما الان داریم میبینیم حجمشون بسیار بیشتر از زمینه و اونها نمیتونن روی زمین بیفتن. اما درک شارع اولیه اسلام، همینطور در ادیان دیگر فرق نمیکنه، یهودیت، مسیحیت، این پدیده های طبیعی خیلی ساده بود، به شکلی بود که انسان فکر میکرد که خب جهان هم یک جزئی بزرگتر هست از اجزای کوچکتر. در پس هر پدیده‌ای یک امر ماورایی میدید، یک قدرت میدید. چوبی که بر روی آب حرکت میکرد نزد انسان یک نیرو داره، چون من وارد آب که میشم میرم زیر اما چوب نمیره. تصویر من وقتی در آب میفته، منی که انعکاس نور رو نمیفهمم، یک دریافت دیگری از اون میکنه. وقتی پدر خودم رو در خواب میبینم، چون به کارکرد مغز آشنا نیستم، که هنوز هم البته ما خیلی از کارکردهای مغزمون رو نمیشناسیم، در نتیجه احساس میکنم که پدرم با این که رفته و زیر زمین دفنش کردیم، اما روحی داره که شبانه میاد در خواب من با من صحبت میکنه. بنابراین جنبه های معرفتی بسیار مهمه. من میخوام جهان رو بفهمم، برای خودم داستان هایی میسازم، احساس میکنم که این طبیعت وقتی خشم میگیره مثل خشم منه که نسبت به فرزند خودم میگیرم. چرا من از فرزند خودم خشمگین میشم؟ چون فرزندم منو ناراحت کرده، پس در نتیجه طبیعتم از من ناراحت شده. که این ناراحتی من رفت میشه زمانی که فرزندم عذرخواهی بود، زمانی که کاری که من دوست دارم رو انجام بده. همین رو تسری میده به طبیعت، میگه خب خدا هم از من خشم گرفته، من با این عذرخواهی بکنم. دعاها و نیایشها در راستای همین طرز فکر، یعنی جایی که وقتی پدر بزرگ از فرزند و نوه هاش خشم میگیره، اونها مجبورن دلجویی بکنن، چون او قدرت فائقه است. پس خدا هم اگر از ما خشم میگیره، ما هم مجبوریم دلجویی بکنیم، دعا بخونیم، خدایا ما رو ببخش، از گناهان ما درگذر. گاهی هم شما برای اینکه مهر و محبت پدر یا مادر رو لحاظ بکنید، برای اونها هدیه میبرید. پدر چه چیزی دوست داره براش میخره. خدایان هم همینه. خدایان هم از انسانهای اولیه درخواست نزورات میکردن، درخواست هدایا میکردن و انسانها میبینید هدیه میدادن.
اگر کشت و زرعی میکردند، اگر دامی داشتند یا هر چیزی، به نام خدا قربانی میکردند یا به نمایندگان خدا که بعدن ایجاد شدن. یعنی از همون تخیل اولیه انسانی گروهی شیاد آمدن گفتن آقا ما میفهمیم خدا چرا ناراحتیم، ما روحانیون هستیم، ما کشیشانیم، واسطه ما با خود، واسطه شما با خدا ما هستیم. پس این طبقه روحانیت از اول وجود نداشت. وقتی یک مبنایی بر اساس جهل انسان و ترس انسان ایجاد شد، یک عده ای آمدن اون جهل رو از منظر خودشون به آگاهی تبدیل کردن. گفتن اگه نمیدونید بعد از مرگ کجا میرید، من میدونم. و یک دوگانه هم میساختن، بهشت و جهنم. بنابراین شما مجبور بودید برای اینکه بهش رو انتخاب کنید کارهایی رو انجام بدید که اون آخونده گفت، اون کشیشه گفت. البته خب اون کشیش هم مدعی بود که از جانب خدا این حرفا رو میزنه، وگرنه نه از جانب خودش. اما شما مجبور بودید به خدا هدیه بدید. نماینده زمینی او کشیشان بودن، روحانیت بود، شمنها بودن، کاهنان بودن. اونها یک پنجم میگرفتن، یک دهم میگرفتن، یک کسری از محصولاتتون رو میگرفتن، شفاعت میکردن. دیدید پیامبر اسلام هم اومد گفت یک پنجم مال من، مال من و خدا. قبل از پیامبر اسلام سابقه داره، در ادیان دیگر هم هست. مقصود اینه که انسان وقتی برای پدر خودش یک کادوی خوب میخره، خدا که دیگه قدرت فائقه هست، شما باید بهترین چیزاتون رو قربانی کنید. انسان اولیه انسان رو قربانی میکرد برای اینکه اخلاص خودش رو به خدا نشان بده، پسر خودش، فرزند خودش رو قربانی میکرد یا یکی از افراد قبیله رو قربانی میکرد. بعدها در سیر تحول و تطور حیوانات به عنوان قربانی در نظر گرفته شدن. در برخی از فرهنگ ها اسرا اینجوری بودن، خدمتکاران اینطوری بودن. در یک سیر تحولی گذشت اما اثراتش هنوز هست. یعنی شما وقتی به حج تشریف میبرید، اونجا قربانی میکنید، این برگرفته از همون سنن انسانهای اولیه است که حج کامل نیست، رضایت خدا کامل نیست مگر شما قربانی هم بکنید. بنابراین یک جنبه، جنبه معرفتی است. انسانی که در طبیعت گم شده و نیاز داره کسی او رو راهنمایی بکنه، به پرسشاش پاسخ بده. جنبه دومی که آی اس پی رو نام میبره جنبه مناسک و شعائره. یعنی من وقتی نگاه میکنم یک جمعیتی یک حالت عجیبی رو دارن، پیرامون یه مراسمی شرکت میکنن، من هم به این مراسم علاقمند میشم، شادیم رو اونجا به اشتراک میگذارم، غمم رو به اشتراک میگذارم و خیلی چیزهای دیگر. انسان وقتی میبینه دیگران دارن شادی میکنن، او هم جنبه های از شادی در درونش هست. وقتی غمگین میشه دیگران با او در غمش شریک میشن یا مشارکت میکنن، احساس تنهایی نمیکنه. بنابراین جنبه مناسک و شعائر بسیار مهمه. همین دلیله که شما در ادیان مختلف به خصوص ادیان متکامل جنبه های عمومی میبینید، مثل نماز جماعت، خود حج. اینها بسیاری از اعمالی هستند که جنبه مناسک شعائری دارن. در سر و شکل دادن جامعه هم بسیار کمک میکنن، هویت بخشی میکنن. وقتی ما میگیم شعائر، از شعیر است، از شعاره یا شعار، فرق نمیکنه، چون یکی به معنای آن پیراهن زیری است که به تن میچسبه و دیگری به معنای نشانه است. که هر دو تعبیر رو ما بگیریم در حالت شعار و شعار، به این معناست که این مناسک نشان میده که شما شیعه هستید، جنبه هویتی داره، به تنت چسبیده. وقتی حج میری هر کسی ببینه که شما مسلمان. وقتی امامی رو قبول دارید، براش نذر و نیاز میکنید، میفهمن شما شیعه. این جزء شعائره، مثل نشانه است، مثل پرچم.
مثل داغ میمون. دیدید بر تن حیوانات داغی میزنن که نشانه است، یعنی مشخصه که این مال کی. شما از ظاهر یک شخص، لباس یک شخص، نوع محاسنش میتونید بفهمید که این مال کجاست و کلاهی که به سرش میذاره یا چیزهای دیگه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، این بسمه از سمو به معنای داغ، یعنی داغ میزنم خودم رو به نام الله، یعنی من مال الله هست. سوره ها هم مال الله هست، پس سمو به معنای بسم الله که آمده به معنای داغ زدن. این جمعه مناسکی و شعائری انسان رو توده‌ای میکنه. به همین دلیلی که بسیار مهمه بحث مناسک و شعائر، چون انسانی که اون رو رعایت نمی کرد ترد می شد از درون قبیله. شما مسئله ارتداد رو در نظر بگیرید که براش مجازات های وحشتناک در نظر گرفتن، دلیلش چی می تونه باشه؟ چون اینا معتقدن وقتی انسانی تخلف می کنه از اون مناسک و شعائر، از اون احکام، خللی در جامعه ایجاد و از این خلل خدا به ما غضب می کنه. کیان قبیله یا امت به خطر می ده. حالا قبیله رو ذکر کردم چون مربوط به انسانهای اولی است، امت نوع متکاملتر اون قبیله است اما در حجم بسیار وسیع تر. رژیم های دینی به شدت بر روی مناسک و شعائر حساسن، علاوه بر این که در کتاب هاشون خیلی تاکید شده، اونا میدونن که وقتی انسانی به این مناسک و شعائر دل بسته نباشه، علاقه نداشته باشه، سبک بگیره، تزریق این مسئله خواهد شد که خب فلانی انجام نمیده، چیزی اتفاقی سرش نیامد، خب ما هم انجام ندیم دیگه. کی میخواد بلند شه صبح نماز بخونه؟ کی میخواد 30 روز روزه بگیره؟ حالا نگیریم اشکال نداره، ولی میبینید نه، چون چیزی نشده. سومین موردی که آیه اسپیرو نام میبره بحث اقتصادی است. حالا اقتصاد رو کمی کلانتر در نظر بگیرید، نه بحث داد و ستد و معامله، یعنی چیزی که به منفعت من برمیگرده. دین یا یک ایدئولوژی میتونه منافع من رو تامین کنه. شما مقوله جهاد رو در نظر بگیرید. شما در اسلام گروه هایی بودن که اینا راهزن بودن، قبایلی بودن که تعرض میکردن، قبیله شاخص رو مثلا فزاره، بنی غفار که ابوذر غفاری از اوناست، اینا قبایل راهزن. حالا اسلام آمد در قالب جهاد گرفتن غنیمت و کاروانها رو رسمیت داد. خب چقدر هم خوب، منافع ما که دزدی بود، غارت کاروانها بود، راهزنی بود، حالا میریم در پرتو یک دین، در پرتو یک ایدئولوژی اونجا کار میکنیم و از اون طرف هم از همیاری دیگران هم بهره مند میشیم. حالا دو سه تا قبیله میشیم، میریم قبیله دیگری رو میگیریم، غنیمت هم که بینمون تقسیم میشه. برای منافع اقتصادی سبب میشه که دین برای عده جذاب باشه. همین رو شما به طبقات مختلف تسری بدید. اما من یکی دو مورد دیگر هم بهش اضافه خواهم کرد در کنار این بحث مسئله اقتصادی. دین یک جنبه اجتماعی سیاسی هم داره، یعنی بسیاری از اتوریته هایی که ما در درون جامعه داریم ریشه هاش برمیگرده به دین. چرا ما باور میکنیم که فهم کتاب مقدس رو آخوند بلده؟ شما میدونید نهضت پروتستانیسم در اروپا یکی از اون کارهایی که لوتر انجام داد این بود که انجیل رو به آلمانی ترجمه کرد. خب اینطور نیست که کتاب مقدس رو فقط ماها آخونده و کشیشا بفهمیم، مردم هم میتونن بفهمن. چون وقتی این کتاب ترجمه نشده بود رازآلود، مردم عادی که لاتین نمیدونستن، زبانهایی که انجیل ها، تورات ها و کتاب های مقدس بر اساس اون بود که نمیفهمید. بنابراین نیازمند کسی بودن که اون زبان رو بلده.
این یک حق انحصاری ایجاد میکرد که کشیش معتقد باشه که کلام خدا رو فقط من میفهمم، شما نمیفهمید، در حالی که از اساس این کتاب خیلی ساده بود. شما به قرآن نگاه بکنید، وقتی از عربی به فارسی ترجمه میشه، خب مردم همه میفهمن، میبینن که چقدر ساده است، بعد قضاوت میکنن که چرا اینقدر غیر اخلاقیه، چرا غیر انسانیه، چرا نادرست و غیر علمیه. اما تا زمانی که ترجمه نشده مردم نمیفهمن، و آخون این رو حق انحصاری خودش میدونه که من میفهمم. خطر دیگرش همون چیزی که اسپینوزا میگفت، که وقتی شما حق انحصاری یک کتاب و فهم اون رو به یک عده‌ای دادی، حالا اونها بر شما سلطه پیدا میکنن، بنابر منافع خودشون هست که اون کتاب رو میتونن تفسیر کنن، تغییر بدن. در حالی که اگر به ریشه‌هاش برگردید میبینید کتاب بسیار ساده است. چطور من میتونم کتاب‌های ارسطو و افلاطون رو بفهمم اما یه قرآن ساده رو نمیتونم بفهمم؟ قسم بنیمدم زیتون و انجیر و نمیتونم چهار تا احکام تیمم و جماع و نوبت پس و پیش زنان و اینا رو نمیتونم بفهمم؟ و چطور میتونم کتاب فلسفه سیاسی ارسطو رو بخونم، افلاطون رو بخونم، اندیشه های معرفت شناسی اونها رو بخونم؟ اینجا میزان کذب بودن اون ادعا معلوم میشه. احکام هم همینه، ما اگه فلسفه احکام رو بدونیم میفهمیم چقدر ساده و احمقانه هستن بسیاری از این احکام. در لابلای بحثامون عرض کردیم مثلا چرا دیه یه مرد صد شطوره، سابقه تاریخیشو عرض کردیم. چرا اصلا تیمم مثلا نیازه، شما بتونید سوابقشو بخونید. همین یک پنجم خمسی که من عرض کردم، که من کار بکنم، زحمت بکشم، آخوند شیعه بگه که سلیمانی تو که زحمت کشیدی، کار کردی، تخصصی داشتی، یک پنجمش رو باید بدی به من. اما اگر من بفهمم فلسفه این برمیگرده به سالها و هزارها پیش از محمد، که افرادی که شکار میرفتند و میآمدند یا جنگ میرفتند و میآمدند، رئیس قبیله یا فرمانده میگفت یک پنجم اموال مال من. چون مردم میترسیدن میدادن، اون به خدا میدادن، به اون کشیش میدادن و این، و امروز آخوند داره ازش ارتزاق میکنه و خیلی امور دیگر. اینکه آخوند امروز قدرت میگیره حاصل تسلط فکری صده ها قبلش بر ما هست. یک شبه ایجاد نشده اتوریتی آخوند ها، به مرور ایجاد شد. وقتی شما پیامبر اسلام رو حق مطلق دیدید، برای او یک پسر عمو و یک دختر هم میسازید و ایده فرزند که میگی اینا فرزندان رسول الله هستن، خب پس باید اینم قبول بکنید. بعد از قبل این قبولی اینها شما نمایندگان اونها مثل آخوندار هم قبول میکنید. به همین سادگی یک امر خرافی، غیر دموکراتیک، غیر انسانی سبب میشه که ما امروز 40 و اندی سال تو ادبار باشیم. چرا؟ چون فکر کردیم آخونده خیلی امر سیاسی رو بلده، امر سیاسی رو میفهمه. بی خطاست. جنبه دیگری که من به اون بخش آقای ملفورد اسپیرو اضافه میکنم جنبه روانی است. انسانی که برای خیلی از چیزاش پاسخ نداره. وقتی پاسخ ندارید فکر شما مخشوش میشه. انسانی که پاسخ چیزی رو نداره به شدت درگیر کلنجار رفتن با خودش میشه. اما وقتی یه پاسخ دروغین هم به شما بده شما خیالت آسوده میشه. یکی از مشکلات میان علم و دین همینه. علم برای چیزی که پاسخ نداره میگه پاسخ نداره، اما چون اون انسان راضی نمیشه به دنبال چیزی هست که او رو راضی بکنه. برای همین دین برمیاد و میگه من به پاسخ میدم. اگه ما مردیم اینطوری میشه.
برای امور غیر علمی یک پاسخی به شما میده. با اینکه دروغه اما شما راضی میشید، چون از نظر روانی شما رو آرام میکنه، آرامش میده به شما. پس دلایل ماندگاری دین اینها هست. عده ای از آخوندها که برمیگردن و میگن ما بدون دین به جایی نمیرسیم یا انسان فطرتا خداجوست، دروغه. انسان فطرتا خداجو نیست. انسان به دلیل مواجه شدن با طبیعته که سعی کرده نواقص خودش رو در حوزه معرفتی، در حوزه اجتماعی و سیاسی، در پرتو برخی از این احکام دینی ببینه یا تعابیر دینی ببینه، که جهان ما رو خدا اونجوری خلق کرده. دیدید دیگه در قرآن و جاهای دیگه هست که چقدر کودکانه است. یه گلی رو گرفته و نمیتونم یه 5-6 روز ورز داد و جهان رو ساخته و انسان ها رو ساخته. اینا برای محصولی بود، برای انسان اولیه که میخواستم دست کجا هم. جنبه احکام و عبادیات و اینها دیگه از قبل همون شرشه. بنابراین ما به دین نیاز ندید. به همین دلیلی که در عرصه اجتماعی وقتی دین رو عقب زدیم و ازمون بد نشد، بهتر شد. در حوزه سلامت، انسان اولیه اگه بیمار میشد احساس میکرد خدا به او غضب کرده، بنابراین دعا بخونه. هنوز هم این تعابیر هستی که دعای مثلا درد معده، دعای سردرد، دعای بچه دار شدن، همه چی رو دیدی دعا دارن براشون. اما وقتی علم آمد فهمیدیم نه، با دعا کاری حل نمیشه. میتونیم با کار علمی اون بخش رو پاسخ بدیم، درمانش بکنیم. و یا وضع اون بدتر شد، به هیچ وجه وضع اون بهتر شد. پس پدیده ای که با نبودش وضع جامعه و ما بهتر میشه، یعنی پدیده ایست مضر. اگر پدیده مفید بود نیاز به کنار گذاشتنش نداریم. ما هر چیزی که بهتر هست استفاده می‌کنیم. وقتی با کنار رفتن دین اوضاع جامعه خوب شد، اوضاع انسان‌ها خوب شد، نشون میده که اون دین پدیده مضری است. اما اینکه تا چه زمان این پدیده مضر میماند، بستگی به این داره که علم، دانش، منطق، استدلال چند اندازه بتونه پیشرفت. هر اندازه پیشرفت کنه دین عقب‌تر خواهد. خب جان میثم اشاره کردن که برای نگاه انتقادی به اسلام چه کتابی رو بخونیم. من پیشتر در مورد منابع تاریخ اسلام هم سخن گفتم که در کانال تلگرام من هست، میتونن مراجعه بکنن. ولی خب طبیعی است که نگاه انتقادی به اسلام نیازمند این هست که شما در زمینه علوم قرآنی، کتاب‌های مختص قرآن، کتاب‌های تفسیری، از اون طرف کتاب‌های تاریخی، اندیشه‌های کلامی و خیلی چیزهای دیگر مطالعه بکنید. و با خواندن یک کتاب شما نمیتونید نگاه انتقادی نسبت به دین پیدا بکنید. بنابراین با خواندن مثلا 2-3 آیه که اشکالاتی داره یا بعضی از احکام که ایرادات دارن، درسته که آگاهیمون افزایش پیدا میکنه، اما به اون نحو نیست که ما بتونیم از قبل اون دارای دانشی بشیم که پدیده این بسیار فربه و بزرگ مثل دین رو بشناسیم. برای همین پیشنهاد من اینه که در همه این زمینه ها کتاب های مبنایی و پایه‌ای رو بخوانید. درسته که زمان بره، اما اگر به دنبال دانش عمیق هستید و اون تعبیر دانش شوفر رو من دیگه به کار نبرم چون قبلا مثال زدم، دیگه با یه سرچ ساده و 4 تا سخنانی که شنیدیم اونا رو تکرار بکنیم به جایی نخواهیم رسید. برای همین اگر علاقه من هستید به تمام این زمین ها مراجعه. خب آقای عباسی اشاره کردن که آقای، حالا اسمشون رو هم بیاریم یا نیاریم، آقای امیر احمدی اشاره کردن که ما نیازمند یک حکومت فاشیستی هستیم. من نمیدونم ایشون حرفو زده یا نزده، حالا فرض رو بر این میگیریم که یک انسانی گفته ما نیازمند یک حکومت فاشیستی هستیم. این نوع تعبیر دقیقا من رو یاد فضای ایتالیای قبل از موسولینی و آلمان قبل از هیتلر میندازه. یعنی در جایی که جامعه از سر استیصال و ناچاری به هر خس و خاشاکی دست میزنه، میپذیرم این رو. یعنی بسیاری از بزرگان زمان، حالا قبل از برآمدن موسولینی و هیتلر، همین تعبیر رو داشتن که جامعه خیلی بده، اوضاع خیلی فلانه، ما نیازمند یک چکمه خیلی قوی هستیم کار رو حل بکنیم. اما فجایش بعدن رخ میده.
حالا در مورد فاشیسم بعید میدونم که اصلا ما بتونیم در تلویزیون پارس در مورد صحبت کنیم، به دلیل اینکه یک موضوع خیلی جزئی است، نیازمند بررسی تاریخ ایتالیا و تاریخ آلمان اینها هستیم و شخصیت‌های بسیار تاثیرگذار در این زمینه که حالا ممکنه در یک پلتفرم دیگری که حتما هم ارائه خواهیم کرد به تاریخش بپردازیم و اونجا نشان بدیم که این تعبیر کاملا غلط و اشتباه است که جامعه‌ای که دچار استیصال و ناچاری هست، بیچارگیه، ما بلافاصله به سراغ یک داروی مخربتر بریم برای اینکه بتونیم اون رو درمان بکنیم، در حالی که گاهی درمان یک جامعه باید آرام آرام شکل بگیره و اینکه ما فکر میکنیم یه نفر میاد همه چیز رو حل میکنه کاملا خطاست. بعد اشاره کردن که ایشون گفته که جمهوری اسلامی باید بمب اتم داشته باشه یا تشویق برای بمب اتم. ببینید، تشویق برای بمب اتم رو حالا ما در برنامه روز پنجشنبه بعد از تروریسم به اون خواهیم پرداخت. اصلا نیاز به تشویق این آقا نیست. آیه 60 سوره انفال و کتاب مفسرینی که من حالا بعدا میارم و میخونم خودش مشوق داده که ما باید مدرن‌ترین سلاح‌های روز رو در اختیار داشته باشیم تا بتونیم با اون دشمنان رو بترسونیم. بنابراین داشتن بمب اتم در درون اسلام ممنوعیت نداره. هیچ سلاحی هم نبوده که مسلمانان منع کرده باشه. اگر نیاز باشه من اشاره خواهم کرد در آینده. وقتی در درون یک حکومتی که اسلامی است و مبانی مشروعیتش رو هم از همون دین میگیره، استفاده از سلاح‌های مدرن مجازه. مثال‌ها هم آوردن، مثلا پیامبر اسلام در فتح طائف شنید که در یمن منجنیق دارن، در حالی که در حجاز وجود نداشت و برای کوبیدن قلعه ها و جاهای دیگه منجنیق نبود. پیامبر اسلام یک دو نفر رو فرستاد که شما برید در یمن یاد بگیرید این رو که ما بتونیم اگر به قلعه حمله میکنیم از منجنیق ها بهره برداری بکنیم برای خراب کردن قلعه. حتی بحث از سموم مطرح شد، همون چیزی که مثلا امروز شیمیایی در واقع میگن، یعنی آلوده کردن آب ها یا برخی از اشیا با سم. حالا اینا رو من در آینده اگه بشه بحث میکنم. بنابراین بمب اتم اصلا نیاز به تشویق این آقا یا کتمان بعضی از افراد دیگه نداره. من دیدم یکی از این خانوم ها آریان طباطبایی نامی یه زمانی، حالا بعدم فکر کنم مشخص شد که ظاهرا ایشان هم با آقای رابرت مالی ارتباطاتی داشته با جمهوری اسلامی، ایشان آمده بود به عنوان مشاور و اشاره میکرد که آقای خامنه‌ای گفته که داشتن بمب اتم حرام است. مشاوری تا این حد منهدم که فکر کنه به صرف سخن خامنه ای که در درون اون تفکر شیعه خدعه و تقیه و دروغگویی و ریاکاری و همه اینا به رسمیت شناخته شده، فتوای این آقا میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی از بمب اتم بگذره، در حالی که آیه قرآنه. بعدها من خواهم خواند از علامه طباطبایی گرفته تا هاشمی رفسنجانی و افراد دیگر همه مجوز دادن مبنی بر این که ما باید به مدرن ترین سلاح‌های روز دسترسی داشته باشیم. مکارم شیرازی، قرائتی، همه اینا رو میارم میخونم. بنابراین این که خامنه‌ای گفته ما بمب اتم نمیخوایم یا داشتنش حرام است و اینا هم ترفند نیست. در درون تفکر شیعه هم خودعه وجود دارم تقیه، همون گونه که خمینی از این کارا خیلی میکرد. بنابراین وای به حال وزارت خارجه ای که خانومی مثل آریان طباطبایی ها نه مشاورینش باشن، نه اسلام رو میشناسه، نه شیعه رو میشناسه، نه تفکر آخون رو میشناسه، اما میخواد مشاوره بده. مثل اینکه من هیچ اتومبیل رو نشناسم، چیه میخوام به عنوان مشاور بیام و به شما بگم کدوم اتومبیل رو بخرم. حالا اینا رو از کجا پیدا میکنن خودش داستان است، این داستان‌های گروه‌های لابیگر جمهوری اسلامی و سیاستگزاران اروپایی آمریکایی. بعدش سوال سوم شده این بود که آیا قانون اساسی مشروطه یا قانون اساسی جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل اینا آپارتایدن؟ ببینید، وقتی صحبت از آپارتاید میشه یعنی اینکه شما یه جداسازی میکنی میان بخشای از جامعه
و یک عده ای رو از حقوق مسلم خودشون محروم میکنیم، ممنوع میکنیم. هر، حالا من واردش نمیشم، اما یک اصولی رو به شما میگم، هر قانون اساسی که در درونش مذهب رسمی وجود داره، فعالیت ها بر اساس مذهبه، یا با مذهب مقید شده یا اقوامی حذف شدن، این قانون اساسی و رژیمی که در اون رو اجرا میکنه تبدیل میشه به رژیم آپارتاید. قطعا قانون اساسی جمهوری اسلامی که فقط مسلمانان، اون هم شیعیان رو داره حقوق کامل میدونه و اصلا حقوق برخی دیگر از گروه های اجتماعی لحاظ نشده، مثل بی خدایان و گروه های دیگر، خب به نظر من تبعیض داره. حالا ممکنه سرکوبشون به اون معنای خاصی که مثلا در افریقای جنوبی بود نکنه، که البته هم میکنه، اموالشون رو میگیره بسته به اون طبقه بندی خاص. بنابراین دولت های توتالیته، دولت های استبدادی نژادی یا استبدادی بر اساس قوم خاص، گروه خاص، زبان خاص، دین خاص، میتونن تبدیل بشن به رژیم های آپارتاید، که یک عده‌ای رو حذف کنن. پس این معیاره. حالا شما بخواید قانون اساسی مشروطه رو تطبیق بدید، ببین چند درصد اینطور، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو چند درصد، رژیم جمهوری اسلامی رو چند درصد میشه تطبیق داد که گروه های اجتماعی تو اون جامعه حذف میشن یا نمیشن؟ گروه های مذهبی حذف میشن؟ اقوامی هستن که نادیده گرفته بشن؟ برابری بسیار مهمه که در آینده قانون اساسی که ما می نویسیم بر اساس اسناد بالادستی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطش باشه که مانع از حذف یا کنار گذاشتن گروه های دیگه بشه. این مسئله بسیار مهمی است. خب جناب مصطفی اشاره میکنه آیه خطبه 79 نهج البلاغه در زمان زنده بودن فاطمه است. خیر، ببینید خطبه های نهج البلاغه معمولا در دوران خلافت علی است، یعنی بین سالهای اواخر 35-36 تا سال 40، در حالی که فاطمه حدودا بنابر اقوال تاریخی تا 6 ماه بعد از فوت پیامبر اسلام فوت کرد، یعنی در سال 11. پس در اون زمان فاطمه زنده نبوده. اما شاید این عزیزان فکر میکنن که اگر فاطمه زنده میبود علی کلام ضد زن به کار نمی برد، در حالی که چنین نیست. اندیشه ضد زن در درون اون اصول و مبانی دین اسلامه که از قرآن و سنت رسوله. شما نباید فکر کنید که علی مثلا چون فاطمه رو دوست داشته می آمده احکام تعطیل می کرده. حالا کاری هم نداریم که بین علی و فاطمه بارها درگیر و دعوا بود که تاریخ گزارش کرده، یعنی ما فکر نباید بکنیم زندگی گل و بلبلی داشتن. آی تاماس پین یک تعبیر جالبی به کار میبره، البته او نگاهش به درباره، در واقع میگه شما زندگی این درباری ها رو نمیبینی، اخباری که به شما میرسه به نحویست که نمیگن در درون این جمع درباری چقدر فساد وجود داره، چقدر درگیری وجود داره بین برادر و خواهر، بین دوتا برادر، بین فرزندان با مادر و پدر، خیلی درگیری وجود داره، اما اینا رو شما نمیشنوید. اگر بشنوید دیگه اون دایره تقدس، اون نمایشی که اینها بازی میکنن، برای شما فاقد موضوعیت میشه. حالا چرا من اینو به کار بردم؟ به خاطر اینکه در دین هم همینه. یعنی ما فکر میکنیم که بین علی با حسن هیچ اختلافی نبوده، در حالی که این پدر و پسر بارها با هم نزاع کلامی داشتن، حتی نزاع فیزیکی داشتن. میخوندم در برنامه های علی که یک بار حسن جلوی پدرش ایستاد و او گفت که تو در این زمینه درایت نداری. علی عمود آهنی گرفت، پرت کرد به ساق حسن زد و برای مدت یکی دو هفته بستری شده بود به نوعی. ما فکر میکنیم بین علی و فاطمه هیچ نزایی نبوده، در حالی که تاریخ اسلام گواه اینه. اصلا لقب ابو تراب که به علی دادن، حالا دو تا روایته، ولی روایتی که موثق تره
اینه که روزی پیامبر میره خانه علی یا به نوعی خانه فاطمه، میبینه علی نیست. گفت در جریان چیه؟ گفت چی درگیر شدیم با هم، یه گفتگوی کلامی شکل گرفت و اینها. علی رفت بیرون، پیامبر رفت دید علی کنار مسجد خوابیده روی زمین خاکی شده به اصطلاح. گفت بلند شو ابو تراب. یا نزاهایی که میان حسن با حسین رو رخ میده، نزاهایی که میان حسین یا برادران مختلف دیگه رخ میده. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه معصومیت اونها کم میشه. اینا سعی میکردن سالها این خانواده رو خانواده اصیل نشان بدن دیگه، که گویی علی و فاطمه هیچ اختلافی ندارن، علی با فرزندان خودش هیچ اختلافی نداره. اما وقتی به زندگیشون میریم میبینیم گاهی برای مسائل بسیار کوچکی با هم درگیر شدن، برای مسائل مالی بوده تا مسائل مختلف دیگری که جاش اینجا نیست بازش بکنیم، با هم درگیر شد. بین علی و عباس چقدر اختلاف بود سر میراث پیام. پس این تقدسی که از این خانواده ها برای ما ساختن، که گویی فقط ما هستیم که تو خونمون درگیری داریم، بچه های ما هستن که جلوی پدرشون میستن، یا پدر مادرهایی که با هم حرف و حدیثی دارن، نه، زندگی اونا هم اینطوری بوده. اما چون ما اونها رو معصوم کردیم، خودمون هم تو اون دام افتادیم. یک سوال خیلی جالبی رو آقای ضیا مطرح کرده، آقای علیرضا ضیا، شاید به همین مسئله چون مربوط میشه بذارید من سوال اون رو بخونم برای در پاسخ باید عرض کنم. خیر، این خطبه ها در زمانی است که علی در کوفه خلافت میکنه، بنابراین فاطمه در اون زمان زنده نه. آقای ضیا چه چیزی رو مطرح میکنه؟ میگه چرا مورخین و راویان احادیثی که مخالف در واقع مخالف عصمت و قدسیت امامان و پیامبران است آوردن؟ یعنی بحثش اینه که خب ما کتاب های تاریخی رو میخونیم، یا ما در واقع حالا پسوش به منه، که به نظر شما چرا مورخین رفتن چیزی رو آوردن که تطبیق نمیکنه با عصمت با قدسیت؟ آیا اونها کینه و عداوتی داشتن، دشمنی داشتن؟ در واقع روی سخن من با جناب ضیاء عزیز اینه که بیاید سوال جور دیگه مطرح بکنیم. درستی این سوال خیلی مهمه، و اون این که چرا ما انسانهایی رو که تاریخ در موردشون نشون داده که آدمهای معمولی بودن مقدس کردیم؟ یعنی وقتی شما نگاه بکنید که قدسیت رو پیشفرض اولیه بگیری، معصومیت رو پیشفرض اولیه بگیری، وقتی زندگی نامه سلیمانی رو به شما میدن، شما اون بخشایی که سلیمانی خطا کرده، اشتباه کرده، بی اخلاقی کرده، برای شما عجیب میشه. چرا عجیب میشه؟ چون پیشفرض شما اینه که سلیمانی معصوم بوده. پس فکر میکنی نویسندهش نسبت به سلیمانی سوء ظن داره. حالا سوال جور دیگه ای مطرح کنیم. سوال اینه که سلیمانی چه جور آدمی؟ آیا مقدسه یا محترمه یا نه یا آدم عادیست؟ حالا با این پیشفرض وقتی وارد کتاب میشی، هم نواقص سلیمانی برای شما قابل فهمه چون آدمه دیگه، هم خوبیاش. در اینجا داوری تغییر میکنه. بنابراین جناب ضیاء عزیز، این که امامان شیعه معصوم دانسته شدن یا مقدس، حاصل اندیشه های کلامی است. از نظر یک مورخی مثل طبری یا افراد دیگر فرق نمیکنه، از ابن اسیر بگیرید، ابن سعد بگیرید، باقدی بگیرید، مدائنی بگیرید، همشون، ابن هشام بگیریم. علی آدم معمولیه مثل همه آدم ها. به همین دلیله که پسرش حسن او رو معصوم نمیدونه، با پدر مخالفت میکنه. به همین دلیله که یاران نزدیکش که با علی سالها زندگی کردن به او میگن توبه کن. حالا ما که 1400 سال بعد علی هستیم، خب این سوال مطرح میشه که اون یارانش وقتی دارن به علی میگن توبه کن، فرض اینه که علی اشتباه کرده، علی خطا کرده،
آیا یارانش نمیدونستن که علی چجور آدمیه؟ آیا فرزندانش نمیدونستن که پدرشون چجور آدمیه؟ وقتی حسین میخواد بره به کربلا، بسیاری از یارانش مثل شوهر خواهرش عبدالله ابن جعفر که پسر عموش هم هست بهش میگه نکن این کارو. عبدالله ابن عباس میگه نکن این کارو، داری خطا میکنی، داری اشتباه میکنی، زن و بچه رو با خودت نبر. خب به نظر شما اونا حسین نمیشناختن؟ اگه انسانی معصومه خطا نمیکنه دیگه من نیاز نیست بهش بگم تو این کارو بکن یا نکن، چون کارش درسته، من نمیدونم، او معصومه. پس بنابراین وقایع تاریخی در جای خودش درستن. اونا دقیقا از علی انسان معمولی نشون میدن. درستن به این معنی نیستش که میخوام عرض کنم که تمام اقوال تاریخی درست ها. میخوام عرض کنم که شخصیتی که از علی نشان میدن انسانه. یه انسان معمولی. خوبی هایی داره، بدی هایی داره. درستی هایی داره، خطاهایی داره. بنابراین تاریخ رو وقتی میخونید، علی آدمی که گناه کرده، خطا کرده، اشتباه کرده، استغفار کرده. بارها بهش گفتن که چرا انقدر تو صدقه میدی؟ علی برگشت گفت اگه بدونم یک عمل من رو خدا قبول کرده دیگه صدقه نمیدم. اما نمیدونم خدا همون یک عمل منم قبول کرده یا نکرد. حسین، حسن، همشون همین. اما متکلمان بعدها میان و ویژگی هایی به این افراد نسبت میدن که اونها رو از مقام انسانی به مقام الوهی تبدیل میکنه. یعنی سلیمانی امیری آدم معمولی، اما پیروانش بعدن میان به قدری اون رو برجسته میکنن که کسی نمیتونه در اون یه خطا ببینه، یه اشتباه ببینه. اگر پیشفرض ما اندیشه کلامی باشه، طبیعیه که تاریخ رو حاصل سوء نیت میبینید. شما الان ببین به شیعیان نگاه بکنید، آخونداشون و گروه های دیگه، وقتی میگید که مثلا فلانی اینو نوشته، میگه بابا این که اهل سنته. میگه یعنی چی اهل سنته؟ مقصودشون اینه که او وقتی علی رو مینویسه طبق یک دیدگاهی مینویسه که ما قبول نداریم. از نظر من شیعه پیشفرض اینه که علی معصومه. بنابراین وقتی شما میگید علی استغفار کرد، توبه کرد، خطا کرد، این دیگه محلی از اعراب نداره که. پس مبرخان اولی این پیشفرض ها رو نداشتن. اونا محمد یه سال معمولی میدیدن. کمان که در خود قرآن اومده بارها محمد استغفار کرد. اما بعدها اومدن برای محمد معجزه تراشیدن، معصومش دونستن، هزار کار دیگه. شما قرآن رو بخونی به محمد میگن معجزه بیار، میگه من معجزه ندارم، من برای این چیزا نیومدم که معجزه بیارم. اما بعدها دلائل نگاران، علل نگاران اومدن صدها معجزه برای پیامبر اسلام ساخت. خب حالا ما کدوم باید باور کنیم؟ طبیعیه که باید برگردیم به اون مسئله اصلی که ما این دانش خودمون رو که ای سلیمانی معصوم از کجا گرفتیم؟ آیا مبتنی بر تاریخه؟ نه، بلکه حاصل اندیشه های کلامی است که یک عده‌ای میان برای دفاع از اون اصولشون که امامت یکی از اون هاست، برای این امام شعنی هم قاعده با حالا خدا یا یک انسان معصوم یا یک فرا انسان قائل میشن، در حالی که منابع تاریخی نشون میده باید آدم معمولی بود مثل بقیه. بنابراین جناب ضیای عزیز دقت بفرمایید، این که میفرمایید مورخان مطالبی نوشتن که با قدسیت و اون شأن این امامان تطبیق نمیکنه، برای اینکه این شأن شما خطاست. در واقع شما فرمان رو صادر کردید بدون اینکه برهان رو نگاه بکنید. یعنی چی؟ یعنی شما برای صدور حکم اول نیاز دارید پرونده رو ببینید، بعد بگید فلانی خطاکار است، گناهکار است یا خیر. اما اگه پیش‌فرض این باشه که فلانی خطاکار نیست، هر پرونده جلوی شما بیارن به عنوان قاضی، اون پیش‌فرضه در ذهن شما هست که این که خطاکار نیست، بنابراین خطاهایی که توی پرونده در شده حاصل سوء نیت نویسنده است.
همین پدیده ما در عالم سیاسی هم داریم، یعنی کسانی که علقه ای دارن به یک دورانی، به یک حکومتی، به یک شخصی، اگر شما 100 نمونه خطا بیارید او قبول نمیکنه. میگه این کتابیه که مثلا چپیه نوشته، این راستیه نوشته، این خارجی ها اونا نوشتن، وگرنه این اصلا همچی چیز نیست. چرا؟ چون پیشفرزمون اینه که سلیمانی که خطا نکرده، بنابراین هر کتابی که 100 نفرم نوشتن فاقد موضوعیت. پس اگر پیشفرز ما مبتنی بر مطالعه باشه، یعنی ما 10 تا کتاب خونده باشیم بعد حکم صادر کنیم، در اینجا متفاوت خواهد بود با اینکه اول حکم رو داریم حالا وارد کتاب ها میشیم. در واقع هایدگر در بحث هرمنوتیک هم همین رو مطرح میکنه، میگه فهم یک متن خیلی بستگی به این داره که شما با چه زمینه فکری وارد متن میشین. یعنی اگه فهمت این باشه که سلیمانی آدم خیلی خوبیه، سند بیارن جلوت قرار بدن که این دزدی کرده، شما قبول میکنی، چون اون پیشفرزه به قدری قویه میگه اینو دستکاری کردن، این فتوشاپه، اینو دشمناش نوشتن. همین رو شما در شیعیان در سنت نگاه بکنید، بلا فاصله میگن راوی سنی بوده، یعنی اونها یک آدمایی هستن که میخوان امام ما رو مورد خدشه قرار بده. پس مورخین اولی همچی درکی نداشتن، یا نقل های اولی همچی درکی نداشته بود. اون اندیشه های کلامی است که سعی میکنه مقام اسمت بده که علی بالاتر از ابوبکر باشه، چون ابوبکر یه انسان. حالا من وقتی میخوام بگم خلافت حق علیه، اگر بگم علی و ابوبکر هر دو انسانن، شأنشون یکیه، خب چه تفوقی داره علی بر ابوبکر؟ اینجا میام میسازم که علی منصوب خداست، علی علم لدنی داره، علی معصومه. چرا؟ چون این ویژگی ها علی رو برجسته تر میکنه نسبت به ابوبکر، و این مسئله مهمی است. یک سوال آخر هم بخونیم با توجه به یک دقیقه مانده. آیا در اسلام مساوات برای چند همسری در بین زنان شامل مسائل مالی است؟ هم مسائل مالی است و هم مسائل دیگر، اما خود آیه 51 احزاب به پیامبر اسلام اجازه داده که اگه خواستی نوبت زنان تو حالا به تأخیر بنداز، زودتر بکن، و دیگر مسائلی که حالا اگر فرصت شد در آینده بحث خواهیم کرد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که خدمت شما باشیم و به ادامه مباحث بپردازیم، موفق و پایدار و پیروز باشید.